فرماندهی پلیس هرات با نشر ابلاغی در فضای مجازی فعالین مدنی این ولایت را خائن و رسانه های هرات را خود فروخته خوانده است نشر این ابلاغیه واکنش تند فعالین مدنی و خبرنگاران هرات را در پی داشته است فعالین مدنی میگویند پلیس هرات با نشر این ابلاغیه به مردم و جامعه مدنی توهین کرده و باید عذرخواهی کند از سوی هم خبرنگاران نشر ابلاغیه شدید و لحن فرماندهی پلیس هرات را حمله بر آزادی بیان می دانند. به گزارشی در این مورد از همکارم توجه کنید. واکنش تند جامعه مدنی و خبرنگاران هرات در پیوند به نشر ابلاغی فرماندهی پلیس هرات فرماندهی پلیس هرات با نشر ابلاغی در فضای مجازی در پیوند به افزایش آمار آدم در این ولایت فعالین مدنی هرات را خائن و رسانه های این ولایت را خود فروخته خوانده است نشر این ابلاغیه واکنش و تند فعالین مدنی هرات را به امراه داشته است فعالین مدنی واجه های استفاده شده در این ابلاغیه را توئین بزرگ به مردم و جامعه مدنی هرات دانسته و از فرماندهی پلیس هرات خواستار عذرخواهی از مردم هستند اصلا در شان یک جنرال کارکشته نظام نیست که بیای مردم خائن بخونه من فکر می این یک واقعا جفا و حق و نقش مردم هراته من امیدوارم که اینا از موزی خودول کنم و بیام از مردم پوزیش بخوام در امین حال شماری از خبرنگاران و فعالین رسانهای در هرات نشر این ابلاغیه را حمله بر آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران می دانند. به باور این خبرنگاران خود فروخت خواندن رسانه ها از سوی یک نهاد معتبر امنیتی بدون ارائه اسناد توئین به آزادی بیان است با این بیانی که تندی که فرمانده پلیس هرات در فضای مجازی نشر کرده آن سیز دست آورده ده سالر آمرده زیر سوال برده و آنچه که میبینین خود خبرنگار و رسانه ها خود فروخته اعلان میکنه مسئول مطبوعاتی فرماندهی امنی هرات شماری از رسانه ها و خبرنگاران خود خود فروخته خانده من فکر میکنم که اینا کسایی هستند که متاسفانه اطلاعی از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات ندارند از جانبی هم شورای ولایتی هرات معتقد است اعتراض مدنی به عملکرد نهادهای دولتی در پرتو قانون جزء حقوق شهروندی تمام اقشار جامعه به حساب می به گفته اعضای شورای ولایتی هرات فرماندهی پلیس اجازه ندارد بدون ارائه اسناد جامعه مدنی و رسانه ها را محاکمه کند و به آنها اتهام ببندد باید سند ارائه کنه بریم در غیر از او خود مسئول مقابل قانون پاسخگوی او در حقیقت بعد در مقابل از دایش شرف صورت بگیره و از حق خود خود چی رسانه باشه چی افراد متنفذ و بزرگان و محیط و منطقه باشه بعد از او دادخواهی صورت بگیره از حق خود خود دفاع کنه این ابلاغیه که دوشنبه شب در صفحه فیسبوک دفتر سخنگوی پلیس هرات نشر شد اما بعد از زور روز سهشنبه عذو گردید و به تعقیب آن اعلامیه دیگری به نشر رسید که در آن آمده است فرماندهی پلیس هرات از تمامی خبرنگاران و اصاب رسانه در راستای امکاری با نیروهای امنیتی قدردانی می کند. عبدالعهد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات میگوید افزایش آمار آدم ها در هرات را به کلی تکذیب میکند به گفته وی برخی از فعالین مدنی و رسانه ها در پی نادیده گرفتن دستاوردهای پلیس هرات هستند آمار و ارقامی که در طی چند روز از طرف برخی افراد و اشخاص پیرامون اختطاف در ولایت هرات نشر پخش شده دور از حقیقت واقعیت است و به هیچ عنوان پلیسی را قبول ندارد به خاطر از اینکه ما در طی سال 97 تا به الحال که ما با شما صحبت میکنم در حدود 15 واقعه به ثبت رسیده به باور آگاهان در سالهای پسین سابقه نداشته که یک نهاد دولتی بدین بر جامعه مدنی و رسانه ها بتازد دیده شود انتهای این موضیگیری سفت و سخت پلیس هرات در برابر جامعه مدنی و رسانه ها به کجا خواهد انجامید؟